دوستان در قسمت بعدی جلسه را ادامه میدیم با سخنرانی جناب آقای منوچهر شفایی با موضوع نگاهی به انقلاب 1357. بفرمایید. ببخشید من یکم این کسالت هم داشتم، حالا ممکنه وسط کاری برم آب بخورم نمیدونم از این داستان ها بیان ها ببخشید. بحثی که قرار شد که ما در رابطه با موضوع انقلاب رسلا انقلاب سال 57 صحبت بشه، چون بعضی ها صحبت میکنن که این انقلاب نبود و این یک شورش بود و این جزء صحبتایی که خیلی ها میشنون. بعد بعضی ها میگن که اونایی که اون دوره بودن باید از این دوره عذرخواهی کنن، اونایی که از اون دوره بودن باید اون کارو بکنن. این صحبتایی این چنینی میگن، ولی خب من مال همون نسلم، همون موقع هم بودم، خیلی چیزا رو از نزدیک دیدم و شنیدم. یعنی حالا اگر که خودم تو ساعت نبودم، یه ساعت بعد از رادیو، از اخبار، از رفقا، دوستان شنیدیم که چه اتفاق افتاد. به همین دلیل اون دفعه هم یه بحثی شد که دوستان با شبیه همین صحبت رو کرد، ما گفتیم خب بیایم راجع به این قضیه اصلا صحبت کنیم. من یه سری مطلب آماده کردم، ولی دلم میخواد که شما مشارکت کنید، نظر بدید، ببینیم که واقعا چی فکر میکنید راجع بهش. اولین چیزی که به نظر من اومد حرف بزنیم این که یه تعریف بکنیم انقلاب یعنی چی؟ بعد شورش یعنی چی؟ شما وقتی شورش رو گوش میکنید، شورش یعنی که یک عده علیه حاکمیت برای نارضایتی و خواسته های خودشون اعتراض میکنن، اعتراض خیابانی میکنن و تو این اعتراض در واقع خب درگیری میشه و اونا به خشونت رو میارن. این معنی شورشه. شورش هم وقتی گوش میکنید نگاه منفی داره توش، یعنی شما در شورش نگاه مثبت نمی‌بینید، یعنی بحثتون اینه که ایا رو شور داریم دیگه، شورش کردن یعنی اینکه آدم‌های بدی بودن علیه حاکمیت، علیه قدرت یا علیه هر چیزی شورش کردن، و شورش یعنی به هم ریختن و داغون کردن و این صحبت هاست. این کلمه اجازه میده به صاحبان قدرت که بتونن بلافاصله سرکوب کنن، چون این بهانه ایه که در اختیار دولت برای سر. یه مثال داریم، اگه یادتون باشه حدود بکنم 16 سال پیش توی کالیفرنیا که پلیس یک سیاه‌پوستی رو کتک زد و یک کسی فیلم برداری کرده بود، 3-4 تا پلیس ریختن با باتون و زدن و اینا، فرداش مردم سیاه در کالیفرنیا شروع کردن اعتراض کردن، اعتراضشون تبدیل شد به اسم شورش شد و به همین دلیل بهش گفتن شورش کالیفرنیا مثلا اسمش شد. خب پلیس هم اجازه داشت بزنه، هم یه عده‌ای رو کشت، سیاه ها رفتن در دیوار شکوندن. این نگاه شورش به این مفهومه. حالا نگاه میکنی ببینیم انقلاب چیه. اصلا خود انقلاب یه مفهوم داره، یعنی قلب شدن، یعنی برعکس شدن، یعنی بالا پایین شدن، یعنی اگر ایه بره قرار جا به جا بشه، این اینجوری بشه چه انقلاب، بالا بره پایین، پایین بره بالا، این میشه انقلاب. یعنی یک 180 درجه تغییر جهت دادن. خب ما ولی در سال 57 عملا میبینیم انقلاب شد، شورش نبود، انقلاب بود. چرا؟ چون خواسته یک توده ای از مردم، یک جامعه با هر بینشی برای از بین از رفتن نظامی برای یک نظام دیگر، یعنی یک انقلاب اینه دیگه. یعنی گفتن آقا پادشاهی نمیخوایم، جمهوری اسلامی میخوایم، اصلا هم کاری ندارم به بد و خوبیش، اما خواسته مردم بود. اینه که مفهوم انقلاب، مفهوم انقلاب خودشو داره. یعنی اتفاقی که سال 57 افتاد، شما میدید نسل درباریا و از ما بهترون اونا فرار کردن، رفتن، حالا با اشکالات اعدام شدن و یه نسل دیگری جایگزین شد. یک نظامی به اسم پادشاهی، شاهنشاهی یا هر چی اسمش رو بخواید بذارید،
مشروطه که نبود ولی به هر اسم شما دلتون میخواد بذارید، رفت یک نظامی دیگری به اسم جمهوری اومد. حالا بعد پسوندش اومد و نمیدونم چهار تا کلام هم بهش چسبوندن، اون بحثش جداست. اینه که پس اصلا دقت کنیم اگه کسی هم میگه شورش، باید بیاید ببینیم چرا میگه. منافع اینجا حاکمه. احزابی که از کلمه شورش استفاده میکنن منافع شخصی داره. چرا؟ چون میخواهند که در واقع بی احترامی بکنن به آدمهایی که در اون موقع زحمت کشیدن، کار کردن، عکس العمل داشتن، جونشون رو دادن و و و و میخوان اونا رو بگن نه. این قضیه هم عملا 7-8 سال راه افتاده. یعنی زمانی که انقلاب شد شما تا 20-30 سال اصلا کلمه ای از شورش نمیشنیدید. شورش از زمانی شروع شد که مردم دیدن این دولت هم پسرخاله اون دولته. یعنی این نظام جمهوری اسلامی یا این سیستم جمهوری اسلامی با سیستم پادشاهی پسرخاله هم هست. هر دوشون در واقع یه نوع عمل میکنه. من حالا یه مثال میزنم. یه سری صفت داریم میگیم دزد. حالا دزد به کسی میگن که دزدی بکنه، حالا از یه دیوار یه خونه بره بالا یا از 100 تا خونه بره بالا، اسمش دزد. طرف میگن قاتل، یه نفر رو میکشه یا هزاران نفر، قاتل قاتله. یعنی صفت دیگه ای نداریم بگیم قاتله اینا، مثلا اینجوری نداریم، یه قاتل قاتله. یا مثلا میخوایم بگیم شکنجه‌گر، یه صفته. حالا یه نفر شکنجه کرده یا صد ما نفر. بیاییم روی این قضیه فکر کنیم. ما دو تا نظام یا دو تا سیستم دولتی داشتیم، هر دوشون قاتل بودن، هر دوشون جانی، هر دوشون دوز و از همه بدتر هر دوشون خائن. یعنی این خیانت هم باز در واقع یه صفته. نمیشه این صفت رو از به یکی بدیم بعد بگیم نه اون خب کمتر داشت، یا اون کمتر دزدید، اون یواشتر دزدید، اون شکنجه میکرد مثلا یه ناخون میکرد، این پنج تا ناخون میکنه. نه دیگه، همش شکنجه هست. یعنی همش کارهای غیر انسانی، کارهای غیر حقوق بشری و کارهای این چنینی بوده. اینه که من میخوام بگم که بیایم رو اینا فکر بکنیم و بحثمون رو اینجوری ادامه بدیم که فرض رو بر این بذاریم که یک جماعتی آگاهانه در اون زمان، ناآگاهانه در این زمان. حالا چه جوری؟ اون زمان حد آگاهی در همونجا بود که انقلاب پیروز شد، همه خواهان اعدام و نمیدونم کشتار و کیف میکردن. اصلا اکثر مجاهدین، توده‌ای ها، کمونیست ها اصلا شعار ما بکشید بکشید بکشید. سازمان های سیاسی چرا؟ اون نگاه و اون اندیشه اون موقع وجود داشت. به همین دلیل باید این نگاه هم داشته باشیم که ببینیم چه موضوعی هست. اولین که خود کلمه شورش رو من تعریف کردم و گفتم شورش یعنی یک حرکتی که مردم بر علیه قدرت انجام میدن. این شورشه. کی میگه شورش؟ دولت میگه شورش و سرکوب میکنه. چیزی تغییر نکرده. اما انقلاب تغییر میکنه. جواب شماست. انقلاب یعنی اینکه یک سیستم دولتی حکومتی وجود داشته، جا به جا شده. مردم خواهان جابجایی اون سیستم بودن، از سیستم پادشاهی به سیستم جمهوری. صحبت اینه، یعنی این میشه انقلاب. نمیتونی بگی نیست. من الان اگر جمهوری اسلامی هم تغییر بکنه، جابجا بخواد بشه، اگر بگیم حالا بره مثلا چه میدونم بشه جمهوری خالی، باز در واقع یه نوع انقلابه. چرا؟ چون جمهوری اسلامیش دیگه رفته، یک انقلابی شده، یک تغییری پیدا کرده، تغییر در اصولی پیدا کرده، چون دیگه اسلام از توش رفته بود. یا اگه بره مثلا بشه جمهوری دموکراتیک خلق نمیدونم چی چی، خب اونم باز در واقع یک تغییر ماهیتی کرده، پس اونم باز انقلابه. خب
در مورد این یه موضوع، در مورد خسروگل سرخی که شما میگید خسروگل سرخی نویسنده بود، بردن شکنجه بهش دادن، خودش داره میگه تو صحبتاش که منو شکنجه کردن که از من اعتراف بگیرن که من میخواستم شاهزاده رو دستگیر کنم، ترور کنم، بکشم، پس که من نویسنده هستم، اصلا چیکاری هم نکردم و حتی میگه من خون بخواد چی کردم یا فلان، این حرفا رو هم زده توی متن خودش. و پهلوی برای تبلیغات خودش اینا آورده بود و بعدش هم خب اعدامش کرد، یعنی اصلا تعارف هم نداره. 12 نفر بودن، 8 تاشون الان خارج از کشورن، 4 تاشون رو اعدام کردن. و اونایی هم که خارج از کشورن، شما الان نگاه بکنید نگاه جدیدی ازشون نمیبینید. توی اونا همون نگاه مبارزاتی، همون نگاه هایی که اون موقع وجود داشت، مسئله شعار دادن، اولا که شعار یعنی که با هیجان حرف زدن، شعار هیچ وقت در آرامش نیست. اعلامیه جهانی حقوق بشر 30 ماده شعار نیست، یک اطلاعیه است، یک منشوریه بدون قوه اجرایی. اما وقتی این داره حرکت میکنه، یه عده‌ای گوشه‌هاش انتخاب میکنن و باهاش کنوانسیون درست میکنن و این با کنوانسیونه که در واقع قوه اجرایی داره پیدا میکنه. یعنی یادمون باشه این هست که باعث حرکت حقوق بشر میشه، وگر اون بگن تمام میشه میره. الان یا این سند 23 رو که وقتی مطرح میکنیم، خب یه اطلاعیه است، هیچ قوه اجرایی نداره. امیدواریم که بعد از 15 سال یک تغییرات، بله 100%، ما باید امیدوار باشیم تا 300 سال دیگه دنیا تغییر کنه. به این امید نشیم که 10 روز تغییر کنه، بله، چون 10 روز دیگه نمیتونیم تغییر کنیم، چون تا زمانی که اندیشه من، اندیشه شما، اندیشه نیروهای مثل ما اینجا هست، باید ما کار کنیم، تبدیل بشیم یه چیز دیگه، 3 نسل بعد از ما کار بکنن تا بشه یه فرهنگ تغییر کنه. فرهنگ میخواد تغییر کنه. فرهنگ حقوق بشر الان 72 سالشه. حقوق بشر 72 ساله یعنی هیچی. یعنی یه فرهنگ هیچی تو یه جامعه جهانی. منی که 70 سال سن دارم میخوام کاری بکنم، حالا نمیتونی منو تغییر بدی. چرا؟ چون دیگه یاد گرفتم. حالا من اگه بناس تغییر بکنم، باید 200 سال من کار بشه، هزاران برنامه بذارم تا من یواش یواش اون چیزهایی که سالیان سال تو مخ من بوده از ذهن من جدا بشه. خب این یه مطلب. بعد شما باز موردی رو افتید در رابطه با اینکه شما سلطنت پهلوی رو یا شاهنشاهی رو دوست دارید، خب حقتونه، میتونید داشته باشید، ولی نمیتونید عنوان کنید که اون شورش بوده، اون یه انقلاب بوده. شمای هوادار، ببخشید دیگه من صحبتام، شمای هوادار پادشاهی و سلطنتی و چون میدونم هر اسم دیگه که میخواییم بذارید، یه متنی هست در 14 آبان 57، یعنی درست روز 13 آبان 57، زمانی که حالا اون سردار اسمش بالا یادم بیاد، اون تیمساره که تهران رئیس حکومت نظامی تهران بود، وقتی در 13 آبان، نه حجاب که چیز بود، بهایی دنبال کاسه بود، حکومت نظامی نبود خانم، حکومت نظامی از 17 شهریور 57 شد، حکومت نظامی در 12 شهر ایران اعلام شد. بله. چون اگر 13 تا می شد، در تمام ایران باید حکومت نظامی شد، در 12 شهر بزرگ شد و عرض کنم که بود. در 13 آبان مردم به خاطر مصطفی خمینی که 13 آبان بود اومدن توی خیابون تظاهرات کردن، در واقع اونم بر اساس دستوری که داشت حکومت نظامی بود، دستور قتل عام داد و کشتار کرد. 14 آبان، گوش کنید، 14 آبان، یعنی همون فردایی رو که من خدمتتون گفتم که با قطار میخواستم برم از ساعت 4:06 من رسیدم، ولی قطار ایستاده بود تا ملت برسن چون اون سر راه بندونه. من خرمشهر رسیدم که فردا صبح شاه خونده بود یه متنی رو، من چند تا جمله‌شو میگم.
گفته که من صدای انقلاب شما را شنیدم. چی گفته؟ شاه. کسی که خودش لیدر اون سیستمه، خودش میگه آقا من صدای انقلاب شما را شنیدم، میگه مردم من فهمیدم که شما را نمیخواییم. درست شد؟ بعد توش مطالب دیگه ای میگه که الان گوش بکنیم، خیلی جالبه. میگه که من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرجمعت این امکان وجود دارد که اشتباهات گذشته و فشار و اختلاق رو تکرار کنم. یعنی میگه اینجا داره آفرین داره تعریف شورش هم به من تو میگه. یادمون باشه شورش با انقلاب فرق میکنه. میخوام این فرق رو تو ذهنمون داشته باشیم. شما هر اسمی میخواید بذارید، آقا اینا خیلی بدن که اصلا بحث نداره، دریوری هن، عجب و عجب، هر صفتی میخواید بدید به اینا، من 100% موافقم، چون اصلا قابل فکر کردن نیستن. اما میخوام گوش کنیم، کسی که خودش لیدر یک سیستمیه میگه من صدای انقلاب شما را شنیدم. ولی گوش کنید، من به بهانه شورش، به بهانه شورش شما را دوباره سرکوب نکنم. این یک. بعد حالا میام چون خیلی یک صفحه است، من تیکرش رو براتون میخونم. میگه که اما من به نام پادشاه شما که سوگند خوردم تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنا عشری را حفظ کنم. خنده دار نیست؟ نه. هست. شاه، تو شاه مردمی، تو وظیفه نداری راجع به دین آدم رو حرف بزنی. چرا اینو میگه؟ بعد حالا بقیهش رو یه جای دیگه میگم به تو. میگه که من حافظ سلطنت مشروطه، حالا ما کاری نداریم مشروطه بود یا نبود، ولی سلطنت مشروطه چه موهبتی است الهی که از طرف ملت پادشاه تفویض شده. موهبت الهی یعنی بازم خداوند اونجاست. خب ولایت فقیه هم همینو میگه، میگه آقا من طرف خدا اینجا دارم، ولایت فقیه هم دارم میگم بکشید ببرید بخورید هر کاری میخواید بکنید. یعنی نگاه اینا نوشته خود آقای محمد رضا پهلویه. حالا ما بعد از 20-25 سال یادمون افتاده بگیم آقا شورشه، بعد 20-25 سال بیایم بگیم آقا نه مردم میخواستن، شاه خیلی خوب بود. بابا خودش میگه من خوب نیستم، خودش میگه من میخوام شیعه 12 امامی رو بیارم. ببینید من نمیخوام از اون رژیم بد بگم که فکر کنید این رژیم خوبه، نه، هر دوشون خائن به مملکتن، هر دوشون جانی، هر دوشون به اندازه کافی دزدی کردن، به اندازه کافی بردن، خوردن و بلا سر مردم آوردن. حالا بعضی ها نمیپسندن، مشکلی من ندارم، میتونن تو عقیده شونم باشن، ولی من مثال زدم، میتونیم فکر کنیم راجع بهش. خب حتی میگم باز خیلی از صحبت ها بعد میگه من از شما کارگران و کارکنان میخوام برید، چون اعتصاب شده بود کسی کار نمیکرد، برید سر کار کار میکنید. بعد میگه من از شما هموطنان میخوام به ایران آینده فکر کنید، یعنی مثلا قبلا فکر نمیکردن، ایشون فقط فکر میکرد، حالا از مردم میخواد بریم فکر کنیم. بعد میگه بعد ممکنه بعضی از احساسات مساله کشور رو از بین ببره. چه احساساتی؟ مردم آسیان از دسته، مردم آرامش نداشتن، آرامش رو در این دیدید که یه عده‌ای در رفاه بودن. بعضی وقتا میگن که چون میدونید که من کارم راهسازی بود دیگه، هم قبل انقلاب کار کردم هم بعد انقلاب. باور میکنید در قبل انقلاب تو جاده ها که میخواستیم بریم، برای بارها شده بود من تو ماشینم آدم سوار کردم از این مثلا درهای مکسو سلیمون تا اهواز آوردم که مثلا زنه بتونه وضع هم کنه، یا دست با شکسته پشت ماشین گذاشتم آوردم. من آمبولانسم، من دارم کارم انجام میدم، نبود راه، نبود امکاناتی که الانم هست اون موقع هم بوده، فکر نکنید اون بول 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 بوده. اینو یادمون باشه، من مال اون نسلم، من در اون نسل زندگی کردم و در اون نسل این سیماده اعلام جانب بشتم ندیدم نخوندم،
فقط وقتی آقای کارتر سال 1355 در بهمن ماه اعلام کرد که ما باید حقوق بشر رو جاری کنیم، بعد از اینکه شد رئیس جمهور آقای کارتر، شاهمون هم یادش افتاد که باید حقوق بشر که البته اون رو 5 ماه بعد اعلام کرد که ما حقوق بشر رو رعایت کنیم. من تازه چیزی راجع به حقوق بشر شنیدم، تازه تلاش کردم بعد 3-4 ماه پیدا کردم که حقوق بشر چیه. اون موقع به صفحه اینترنت که نمیتونی بزنی آقای گوگل بیا یا یالا بیا ببین چی نوشته توش، یعنی به این صورت تا بگردیم پیدا کنیم ببینیم که حقوق بشر چی میگه، که یواش یواش سال 57 و اتفاقای سال 57 افتاد. من میخوام بگم که حالا در رابطه با چراییش در واقع این انقلاب بودن نارضایتی است، مهم نیست که به چه جهت رفته. البته مقالاتی نوشته شده، عرض کنم خدمتتون که یک گروهی به نام فرشگرد اومدن حرفایی رو که من دارم میزنم یا آدمایی مثل من که فکر میکنن اونا رو به اسم افسانه خونده و دو جبله پخش کرده و خیلی هم جالبه، یعنی اصلا کل داستان رو گفتن فراموش کنید نه؟ و همه چی به به بوده، همه چی عالی بوده، اصلا یه آدمای نفهم یه کاری کردن، یعنی اصلا یه نگاه دیگه. حالا گوره فرش کرد که اصلا تعریفش معلومه، یعنی خودشون تشکیل شدن به فاصله یه ماه خودشون زدن به تیپ تاپ هم. حالا من اصلا تو موزه سیاسی نیستم، دلم هم نمیخواد، ولی اجبارنه. اونا 4 تا افسانه گفتن، افسانه بوده مردم گفتن، آقای به نام فشندی و آقای اشتری گفتن که این به عنوان افسانه اومده، گفته که آرمان های لیبرال ها و آزادی خواهان های انقلاب، یعنی کسانی که آزادی خواه بودن و انقلابی بودن، اینا برای خودشون یه طرحی داشتن و با این اومدن جلو. استدلالای خودشو کرده و گفتن اونا هم دو تا گروه به اصطلاح ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ، سیاه مال مذهبی ها بود، سرخ هم که یعنی شاه میگفت در واقع مال کمونیستا بود. یه جایی هم یه بحثی داشتیم که برگشت گفتش که شاه به این دلیل اسلامی ها رو جا بهشون میداد که کمونیست نفوذ نکنه. من کمونیست بد بود، من کمونیست بده، کمونیست میخواد من و تو رو به همین سوسیالیسمی که الان ما داریم تو همین آلمان داریم میبینیم برسونه. حالا نه به این شکل، چون این دیگه سوسیالیسم عرض کنم تو هم با سرمایه‌داریه، ولی به یه نگاه دیگه است. یعنی چیز بدی نبوده که شاه به ترس ازش، خب بیان حرف بزنن، آزاد باشن، مردم بیاندیشن، نه اینکه من از ترسم سال 46 47 برم کتاب مادر رو از قفسه یواشکی بردارم تو کیفم بذارم بعد برم خونه یواشکی بخونم یه کتاب انقدی مثلا 120 صفحه است، نصف آ5 قد آ5 با ترس و لرز مثلا من برم بخونم، چی بود اصلا که من بترسم اصلا؟ چرا نبود؟ برای اینکه آزادی نشد. حالا باز یه افسانه دیگه که میگن که آره اومدن انقلاب رو دزدیدن. من ایش وقت این مثلا یه استدلال باز که بیان بگن اصلا اون عالی بوده، اینا آدم هایی که این کار کردن خیانت کردن چه کردن، یا خمینی ما رو فریب داد، بعد یا اینکه انقلاب ناگزیر بود اینکه انقلاب بکنیم. میدونی یعنی یه داستان های مطرح کردن با نگاه خودشون. این هم یه سری مطالبه. من اینایی که مطرح میکنم نه به اصرار و پافشاری، فقط میخوام آگاهی بدم، دوستان گوش کنن، هر کی دوست نداره میتونه اصلا گوش نکنه، میتونه بره مطالعه نکنه، دوستاش بره مطالعه کنه. بفرمایید. آقای شمعی شما یه جایی فرمودین که ملت اون موقع آسی بودن، اما تعبیر شما از آسی بودن چیه؟ شما این نظامی که الان حاکمه، این نظام و مردم رو میبینید، مردمی رو میبینید که واقعا به معنای اخص کلمه آسیان، ولی ما در زمان شاه چنین چیزی رو نمیدیدیم. شما؟ نه من، کلا بیشتر جامعه. اگر اون موقع مثلا افراد کمی با شعور سیاسی بالا
یا مطالعات زیاد مثلا شاید اعتراض میکردن و شاه اینا رو زندانی میکرد بنا به هر دلیلی، یکی مثل این خامنه ای و دار دستش رو رفسنجانی داخل زندان ها بودن، چریک های فدایی مجاهدین، خب اینا زمانی مثلا میخواستن توی جامعه بست و گسترش داده بشن که جامعه اصلا پذیرای چنین اعتراضاتی نبود، چنین فهمی نبود، چون مردم نسل یعنی دو تا نسل شروع کرده بود به باسواد شدن و مطالعات داشتن، اما مطالعات اینقدر عمیق نبودن آقای شفایی که بخواد مثلا شاه اینا رو آزاد بذاره توی اجتماع تا مردمی که اصلا ساده و خوشباور بودن بیان مثلا یه برداشت های مثلا واقعا نامفهوم از این جریانات داشته باشن، ولی آسیب بودن به این جامعه اطلاق میشه نه به جامعه ای که زمان شاه حاکم بود. اولا در تو باید آسیب بودن ما دور خودمون نگاه میکنیم اما بیرون رو نگاه نمی کنیم، یعنی تو همسایه همون کاری نداریم شاید نگاه سال 59 یعنی 2 سال از انقلاب گذشته، یعنی پس مملکت در عمران آبادی بوده، همه در آرامش بودن، ولی انقلاب شد الکی، یعنی یه کسی اومد و یه آدم یه حرفی زد و آقا شاه رفت و چرا؟ چون مردم همه در آرامش بودن، اول که آسیب بودن که انقلاب کردن، یک اسمت دوم من مثال میزنم، مثالی که خودم به چشم دیدم، یاسوج بودم من درست بهمن ماه 59 با اداره راهش می‌خواستیم که قرارداد ببندیم، یه طرحی بود از اینکه 30 میلیون رو موقع یه جاده‌ای رو من بکشم، آدرس به من دادن، من راه افتادم با ماشین رفتم برای اون آدرس، خب صبح زودم رفتم ساعت 11 رسیدم بالای گچساران دهبید گچساران، رفتم تو منطقه کوکلوی بیرامد توی منطقه، رسیدم به سر قطعه، اول قطعه 17 کیلومتر باید جاده میکشیدیم از این اول قطعه تا اونجا، اول قطعه من چی دیدم؟ یعنی من نتونستم برم سر قطعه، چرا؟ چون یک رودی بود، آب جاری بود، امکان رفتن وجود نداشت، یعنی من که میخوام جادم رو شروع کنم باید بیام اول یه از این اطراف آدم ها میتونستن برن ولی با ماشین نمیتونستی بریم، لودر میخواستی برای نمیتونی باید چیکار بکنی. سال 59 یعنی هنوز انقلابه تازه دارن میگن سلام علیکم، میخوام بگم پس اون چیزی که شما فکر میکنی وجود نداشته، هنوز هم وجود نداره، شما نگاهتون نگاه شهری دوروری خودتونه، من مثال شهرم میزنم براتون، در جنوب تهران شما گود عربون، گود نمیدونم فلان یا وجود داری زمان پهلوی همون بقید هم توش عربیاباد یوسف آباد یوسف آباد نه یکی دیگه که امیرآباد که از میدون 24 اسفند که میایین بالا اول امیرآباد سمت راش سر فرصت بله یه منطقه بود که اصلا کپری درست خیال فرصت 50 قدمی دانش 20 قدمی دانشگاه خب اینا وجود داشتن بچه های بیشناسنامه وجود داشتن ببخشید امریکان هست نشون نشون ایشون جواب من رو داد من گفتم مردم آسی ایشون گفت نه هیچکی آسی نبود من دارم نمونه میدم که پس بودن یعنی این که شما میگید شما نگاه به خودت و فامیل نکن منم اصلا کلمه اقلیت یعنی چی؟ نه اگر اقلیت نیست اشخاص بودن که شاید اگر اگر تعداد کمی هم بودن عملا همون شورشه میشد به انقلاب نمیرسید نه حالا نه یک فریب در واقع از نظر من تمومه ببخش این بحث برای من تمومه من نمیخوام بحث به قول شما دو طرفه بکنم این جمله‌ای که میشه بحث رو ببندیش ولی در جواب شما که گفتین شورش نبود انقلاب بود اول شورش شروع شد بعد چون رژیم خیلی مدارا کرد خیلی آروم و مجلو اجازه داد که اینها گسترش پیدا کنند
پر رو شدن مردم تبدیل شد به انقلاب. اگر رژیم کوتاه نیامده بود، اگر آتش به اختیار دستور داده بود، اگر اونجوری مردم به گله میبست در سطح شهر، اینطوری نمیشد. اشتباه از اون بود. فقط برای آخرین بار میگم، آتش به اختیار بود، 13 آبان آتش به اختیار بود دوستان، یادتون نره. 17 شهریور آتش به اختیار بود. در روزنامه های اون موقع اگر نمیخوندیم میدونم یادت میاد، در روزنامه های اون موقع مینوشتن تیراندازی هوایی شد 20 نفر مردن. جوک نه 17 شهریور اصلا از دیماه 56 که در واقع در قم شروع شد بر اساس نوشتن اون نامه آقای رشید که سینا رکس هم آبادان آتیش میدادن اون 57 عجله نه اون 57 تاریخ رو به هم نزنیم. 17 دی سال 19 دی عرض کنم که 56 به خاطر مقاله‌ای که در کیهان به اطلاع توسط داریوش همایون منتشر شد که مسئول ارشاد و امنیت و این حرفا بود به نام رشیدی مطلق که گفتن خمینی هندیزاده است و چست و چست و هست، در قم 19 هم اعتراض کردن، تیراندازی هوایی شد، یه عده‌ای مردن. 8 اسفند در تبریز 40 اونایی که با تیراندازی هوایی مردن مراسم برگزار کردن، در اونجا هم یه عده تیراندازی هوایی شد مردن در تبریز، و بعد در اصفهان در فروردین ماه 40 گرفتن. ببینید عزیزان من تحقیق باید بکنیم، بعد تاریخ خودش بعدا من خوب اینا اینا اینا, اینا 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 مال دوره منه، یعنی من اینا رو دیدم دوره ما بوده. خب شما نخوندی، شما یه نگاه چه عاشق بودی، عاشق شاه بودی، فرق میکنه، مثل من منتقد نبودی. راحت میگه نخوندی، ما خوندی، عاشقانه خوندی. ببینید من یه جمله میگم، ما یه پیش زمینه داریم، پیش داوری داریم، با پیش داوری که کتاب بخونیم به یه جایی میرسیم که دلمون میخواد. پس نخونیم اینجوری اخبار رو، اجازه بده، اخبار رو جوری میخونیم که دلمون میخواد. من منتقد پهلوی بودم، تموم شد، نگاه رو دارم میگم، چه بعدی که نمیزنم، منتقد بودم، ریز 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 نگاه کردم. حالا من یه موردی رو میخوام بگم، شما گفتید که مطالبات عمیق نبود. یعنی چی عمیق نبود؟ مطالعات چطور یعنی؟ مطالعات ببینید عمیق یعنی چی؟ شاه زمانی حکومت رو به دست گرفت که مردم از بیسوادی تقریبا 80% میخواستن برسن به اون به سوی تمدن بزرگ. ما توی یک برهه زمانی یه کرده بودیم که دو تا نسل فکر کنم مثلا داشتن دیپلم میگرفتن و داشتن ادی کمی اون موقع مثلا دیپلم و لیسانس و دانشگاه و پزشکی اینا میکنن، یعنی سه تا نسل در واقع، سه تا نسل اخیر زمان شاه اینا مطالعاتشون شکل گرفته بود و عمیق شده بود. اما ما قشر زیادی از مردم ایران داشتیم که سواد نداشتن و اون قشر زیاد اومدن انقلاب رو راه انداختن. یعنی ماهایی که مثلا یه نیمچه سواد داشتیم، تازه دیپلم می‌خواستیم بگیریم، یعنی 16 سال بود من اون موقع، ما مثلا با سوادش بودیم، افتادیم جلو روشنفکرای اون موقع اون افتادن جلو که انگشت نگیریم، یعنی واقعا خیلی کم بودن. ملت بزرگی، ملت ایران که شامل مثلا خب عده زیادی از جمعیت میشد، افتادن مثل سیاهی لشکر دنبالیم. یک فریب و یک ناآگاهی، مثل الان جهل مذهبی که الان حاکمه، خرافی که الان حاکمه، و اینا نمیتونه از این جهل بیاریم. اون موقع همچین چیزی حاکمه. خب بحث رو به یه جهت دیگه بردی، خیلی خوبه اینجا بحث. ببینید مردم ناآگاهانه وارد شدن، جمله خوبیه نه؟ من میخوام بگم که چرا ناآگاهانه؟ چون اجازه آگاهی نداشتن. نشد، اجازه نداشت. من یه مثال زدم، اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1327 امضا شد، پهلوی هم امضا کرد. تا
بعد انقلاب که هیچ، تا انقلاب و بعد انقلاب تا الان هم هنوز در کتاب‌های درسی ما این سی ماده اعلامجا نوشته نشده است. خب هیچ کدوم. اما زبان عربی از سال 1326 به دستور آقای قمی به خواسته ایشون و دستور آقای پهلوی تا همین الان دارن تو مدارس تدریس میکنن. آقا مذهب کشور ما اسلامه. نشد. اجازه بده. من میخوام به تو بگم که این قضیه که ما کتابمون قرآنه، قرآنمون به عربیه، ما بریم عربی بخونیم و سالی من آدمی که 16 سال درس خوندم حداقل تو این 16 سال من چقدر چندان 500 هزار ساعت یا 10000 ساعت من رفتم عربی خوندم به درد نخور. هنوزم چی نمیدونم، شما هم میشونید چی نمیدونم راحت. پس منی که رفتم اینو یاد گرفتم، ولی من میتونستم سی ماده رو بخونم، فکر بکنم، یاد بگیرم، حقمو بشناسم. حالا شما میگی شعار، شعار، ولی یاد بگیرم حقم چیه دیگه. من در واقع خواستم یک تبریک بگم به همه همکارامون در کانون. امروز یکمه، ولی ما در دوم فوریه سال 2000 این کانون رو ثبت کردیم در برمه. یعنی فردا روزی در واقع روز ثبت کانون هست و رسمی شدن کانون. یعنی الان 20 سال کانون کار کرده و میتونیم به خودمون افتخار کنیم. من که افتخار میکنم، حالا خانم جعفری نمیدونم، ولی مطمئنن افتخار من یکی از این افتخارات من خود خانم جعفری. و واقعا خودم خوشحالم و لذت میبرم از اینکه در طول این 20 سال تونستیم یک مجموعه رو درست بکنیم که دوستان در جهت آگاه شدن و در جهت آگاه کردن دارن حرکت میکنن و دور از دغدغه های سیاسی و دور از مزاحمت های فکری کار کردن. و گفتم یادآوری کنم و تبریک به خودم، تبریک به همه شما، تبریک به بچه های کانون و تبریک میگم به بچه.